با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ اوضاع احوال اخیر منطقه، به ویژه بعد از کشته شدن حسن نصرالله و مسائلی که در لبنان و اسرائیل در جریان هست. آیا نظم نوین جهانی به چه معنایی است؟ مهمان بسیار گرامی جناب آقای حافظ فاضلی از بریتانیا، عضو دفتر سیاسی حزب تضامن دموکراتیک اهواز در این برنامه حضور دارند. با سلام و درود فراوان جناب آقای فاضلی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم. ممنون، زنده باشید. آقای فاضلی، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان کشته شد و بازتابش رو مایلم در رسانه ها و جهان عرب برای بینندگان بفرمایید تا بعداً به سوالاتی که در این موارد هست، مسائلی که در این موارد هست بیشتر بپردازیم، چون ما از جهان عرب میتونم بگم خبر آنچنانی نداریم که ببینیم آیا در اونجا این واکنش ها به کشته شدن حسن نصرالله چطور بوده. خب طبیعیه که واکنش ها متفاوته، ولی اکثریت قاطع تقریبا میشه گفت خوشحالم. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگه حسن نصرالله سال 2006 تو اون جنگ 36 روزه کشته میشد، خب یه امامزاده به امامزاده ها اضافه میشد. اما این اتفاق نافتاد و دست حسن نصرالله به خون مردم بیگناه سوریه آغشته شد. نیروهای تحت امرش در سوریه مرتکب جنایت ها شدند و این مسئله باعث شد کشته شدنش در حمله پریروز موجی از شادی رو در بین مردم منطقه ایجاد بکنه. طبیعتا هواداران خودش، اون محور مقاومت، باز به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته که کاملا عزادارن و یک دسته که شوکه شدن و انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی دراز میکنن. یعنی بیش از این که به اسرائیل بخوان این عملیات رو نسبت بدن، انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران. من به صورت خلاصه و مفید گفتم. بله، خیلی خلاصه و مفید بیان کردید. میخوام ببینم کشورهای عربی در این زمینه چه واکنشی داشتن؟ ببین اکثر کشورهای عربی سعی میکنن، خب همیشه سیاستشون این بوده، به صورت محافظه‌کارانه اثر رو از وسط بگیرن و طبیعتا میشه گفت که همیشه تو بیانهاشون خواستار کاهش تنش و نمیدونم آتش بست و از این صحبت ها بوده. اما این بار وضعیت کاملا متفاوته. ما مثلا اگه نگاه بکنیم، نتانیاهو تو نیویورک بود وقتی که حمله به حسن نصرالله شد. یعنی این به صراحت یه پیام داره به جهانیان این پیام میده که من با حمایت، بدون حمایت شما، با این تروریسمی که به اصطلاح خودش کشورش مردمش رو به خطر انداخته مقابله میکنه و تا اونجایی پیش میره که حاضر هزینه ها رو هم به تنهایی تقبل بکنه. توی ادلب ما دیدیم که مردم شیرینی پخش کردن در شهرهای کردستان دیدیم که برخی شهرها مردم شیرینی پخش کردن. به خاطر این بود که حسن نصرالله و حزب الله داشت به مسیرهایی رفته بود، اینطور بگیم بهتر، به مسیرهایی رفته بود که برخلاف اون مسائلی که در حزب خودشون باید اجرا می شد، کار اشاعی برنامه های ایران و صدور ترور در منطقه. میدونی که حزب الله لبنان در قضیه ترور میکنوز، رهبران حزب دموکرات به ویژه شهید دکتر شرفکندی، اسم حزب الله لبنان بود در مسائل سوریه، اسم حزب الله لبنان کلا بازوی عملیاتی جمهوری اسلامی در برون مرزه، در این شکی نیست. در خیلی از مسائل داخل هم اسم حزب الله بود. آیا من سوالم اینه که به نظر شما همین که حزب الله، همین که حسن نصرالله وارد این بازی ها شد، این بیشتر وجه اونو خراب نکرد، یا اینکه به جای اینکه یک حزب سیاسی باشه در لبنان،
مرتب تهدید میکرد که ما موشک های بالستیک آنچنانی داریم که میتونیم اسرائیل رو با خاک یکسان بکنیم و امنیت منطقه رو مرتب دچار تهدید و خطر میکرد. یکی از مسائلی نبود که باعث شد به این شیوه اسرائیل بیاد و اون رو حذف بکنه؟ واقعیت امر اینه که کشورهای منطقه منافع ملیشون براشون مهم. بذار ما یه خورده دورتر بریم. در سال 1982 موقعی که نیروهای حزب الله و نیروهای عمل با هم دیگه درگیر شدن، این توپخونه اسرائیل بود، توپخونه سنگین اسرائیل بود که نیروهای عمل رو تقریبا میشه گفت عقب روند و حمایت کرد از حزب الله. و خب میدید یک سری یک گروه کاملا ایدئولوژی که وابسته به ایران، صحبت از صدور انقلاب و آزادی قدس و بالاخره توان تنشزایی، توان نمیدونم پیشبرد اهداف خفیه اسرائیل رو داشت، حمایتش کرد و تا هفته گذشته هم کاری به کارش نداشتن. ولی وقتی که اون عملیات 7 اکتبر شکل گرفت، توجه فرمودید، و اسرائیل 2-3 تا پیام کاملا سریع در مصاحبه وزیران دفاعش، رئیس ارکانش، نخست وزیریش، وزیر خارجش به صراحت اعلام شده بوده کسی وارد این درگیری بشه ما نمیدونم فلان میکنیم، بهمان میکنیم. حزب الله به جایی که نمیدونم منافع مردم خودش حفظ بکنه، شیعیان همون جنوب لبنان، تبدیل شد به بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان. همون چیزی که گفتی، مثلا تو میکنونس دست داشت در خیلی از قضایای قاچاق، دست داره در ترویج مواد مخدر و تجارت با مواد مخدر، دست داره. به دستور خامنه ای و جمهوری اسلامی ایران وارد سوریه شد و اون نسل‌کشی ها رو در سوریه اجرا کرد. در سال 2005 تعدادی از نیروهاش فرستاد اهواز، تو اون انتفاضه 2005 اهواز کنترل میکرد. یعنی واقعیت امر این تبدیل شده بود به یک بازوی قدرتمند که تمام منافع جمهوری اسلامی رو تأمین میکرد. آقای حسن نصرالله دو تا خطای کاملا بزرگ مرتکب شد. خطای اولش این بود که نیروی توان نظامی اسرائیل دست کم گرفته بود و توان نظامی آخوندها رو خیلی بزرگ فکر میکرد، خیلی قدرتمنده. این خطای محاسباتی منجر به این شد که بغیر از قبل از اینکه خودش کشته بشه، ما همه شاهد این بودیم که قاسم سلیمانی، زاهدی، هنیه، حسن نصرالله، 20 تا از مسئولین حزب، همه اینا کشته شدن. جمهوری اسلامی هیچ کاری نتونست بکنه و نمیتونه انجام بده. یعنی سیاست دکترین جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته این بوده که یک سری نیرو در نقاط مختلف خاورمیانه ساپورت بکنه، آموزش نظامی بده، اسلحه در اختیارشون بذاره، پول در اختیارشون بذاره و به گفته مسئولین نظام دشمن خارج از مرزهای ایران مشغول کنه. این کل برنامه‌ایه که برای اینا تعریف شده. جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای دفاع از اینا نداره، اینا رو ساخته که ازش دفاع کنن. دکترینی برنامه ای که مثلا در موقعی که اینا را کسی بیاد بزنه تو سرشون بره حمایت بکنه نداره. به همین دلیل ما شاهد اینیم از موقعی که این درگیری ها شروع شد، نه از حماس تونست حمایت بکنه، در صورتی که رهبران حماس به صراحت اعلام کرده بودن در روزهای اول که ما انتظار بیشتری از ایران داریم. ایرانی ها به ما قول حمایت داده بودن، اینا نسبت به حزب الله هم گفتن، نمیدونم محور عراق، هشت شعبی و دیگران. اما جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای نمیدونم ورود مستقیم به این قضیه نداره و دلیل داره این قضیه. ما میتونیم دلیل عدم ورود ایران، یکی این که اصلا اینا قرار نیست هیچ وقت ازشون حمایت بکنه، اینا برای منافع خودش، برای حفظ منافع کوتاه مدت و دراز مدت خودش در منطقه ازشون ساپورت میکنن. اما واقعیت امر اینه 4 دلیل عمده دیگه هم هست که نمیتونه از اینا دفاع بکنه. یکی این که اون سوراخ امنیتی هنوز پیدا نکرده. ببینید در طول یک ماه گذشته چندین عملیات از این سران و نمیدونم مسئولین کله گنده کشته شدن.
نتونستن کسی رو بگیرن بگن آقا جاسوس کسی که نمیدونم مشخصات ایکس وای نمیدونم هنیه اینو اینو داده آزاد مصطفی، نتونستن. این نشون میده که هنوز اون سلاخ امنیتی که در حاکمیت توسط سازمانهای جاسوسی ایجاد شده رو اینا نتونستن پر بکنن. این مسئله مهمیه. مسئله دوم اینه که اگه جمهوری اسلامی میدونه که اون جامعه آمادگی این قمار نداره، در وضعیت داخلی هوادار نداره، مردم آماده چنین ریسکی نیستن و از عواقبش میترسه. باز مسئله سوم اینه که میترسه دست کاری بکنه و با توجه به اقتصاد در بداغونش آن چیزی که باقی مونده از کارخانجات و اون سیستم نمیدونم انرژی و برق و گاز و نفت اونا مورد حسابات قرار بگیره و باز فلج بشه از لحاظ داخلی و این فلج شدن باز مردم میکشونه به خیابون. مسئله چهارم که خیلی کمتر بهش میره در موردش صحبت میکنن دوستان اینه که واقعیت امر اینه که 44 سال این طیفی که در حاکمیت جمهوری اسلامی مستقر شده اون دایره خودی هاشون به قدری چپاول کردن، به قدری غارت کردن. ما عربای ضرب المثل داریم، میگه وقتی پول زیر انگشت بره مش شل میشه. اینا این ثروت و این امکانات و این ملک و املاک و جاه و مقام و نمیخوان از دست بدن، میدونن دست از پا خطا بکنن با توجه به وضعیت امروز، با توجه به شرایط کنونی منطقه، ایران هم شرایط داخلیش رو بذار کنار، شرایط منطقه احتمال این که بلایی سرشون بیاد زیاده، به همین دلیل ریسک نمی کنن. شاهدیم، میبینیم که علی خامنه ای میاد میگه آقا نمیدونم در قبل از این که حزب الله زده بشه گفت به صراحت اعلام کرد اگر حزب الله آسیب ببینه ما حیفا و تل آویو با خاک ریسان میکنیم. تا به امروز هیچی نگفت. اون بیانیه که صادر کرد یک بیانیه کاملا ملایم سازشکارانه بود. توجه فرمودی؟ اون مسئولین سپاهش میگفت ما نمیخوایم پامون کشیده بشه، نه به دام نتانیاهو نمیخوایم بیفتیم. شما که توانایی ندارید، شما که میدونید تواناییاتون کاملا محدوده، چرا مردم منطقه رو با کشتن میدید؟ چرا مردم لبنان، مردم سوریه، مردم فلسطین، مردم عراق، مردم یمن رو با کشتن میدید؟ اون موشکایی که شما به حوثی ها دادید در طول یه هفته گذشته، آقا حوثی ها سه تا موشک بالستیکی که گفتن نمیدونم فرط سلطی و فلان از این رجزخانی ها و تبلیغات بیهوده، این سه تا موشکی که به اسرائیل شلیک کردن حتی یه دونه جوجه خروس هم تلفات نداشته. امروز ساعتی پیش اسرائیل با 10 تا فروند هواپیما اومد تمام تأسیسات زیربنایی بندر حدیده رو از بین برد، نیروگاه تولید برقش از بین برد، چند میلیون نفر در یمن حالا بدون برق خواهند بود، مخازن سوخت و زد. شما که میدونید توانایی ندارید، چرا مردم این منطقه رو هول میدید به سمت بدبختی و نکبت؟ واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه از اینا به صورت ابزاری استفاده میکنه. اما اینجا تکرار بکنم، در اول صحبت هم خدمت عرض کردم که تعداد کثیری دارن انگشت اتهامو به سوی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دراز میکنن. یه موج بیداری در بین این مردم شکل گرفته، بعد از سالها تازه دارن میفهمن که جمهوری اسلامی چه کلاه گشادی سر اینا گذاشته و نتایج این بیداری رو در آینده خواهیم دید. آقای فاضلی عزیز، شما در صحبتاتون اشاره کردید به ایران، کاملا توضیح دادید. مجله پاریزن فرانسوی به نقل از منابعی که در اختیار داره میگه که جاسوس ایرانی محل حسن نصرالله رو اعلام کرده به اسرائیلی ها، چون گویا حسن نصر مدت زمان زیادی بوده که مخفیانه زندگی میکرده و از جا مکانش به غیر از افراد معدودی خبردار نبودن. یه برنامه ریزی شده که ایشون بتونه بیاد این مرکز بزرگ خودشون در بیروت و
گویا یک فردی که ایرانی هست اومده و اعلام کرده. تا چه اندازه‌ای شما فکر میکنی که این اخباری که داده میشه که بله این فلان مسئول سپاه، فلان مسئول اطلاعاتی و امنیتی، یک پاکسازی های داخل خودشون هست، یا ایران اینها رو فدا میکنه برای بقای عمر خودش، تا چه اندازه شما این مسائل رو درست میبینید؟ ببین آیه مصطفی، اولا کار امنیت کار یه نفر نیست، اون یه نفر هم اگه مثلا یه شخص بوده خب طبیعتا باید یا جزء بیت رهبری باشه یا جزء همون حلقه فرماندهان سپاه، اون ردیف یک. اما بذار من بگم مشکل حزب الله چیه، چرا به این روز افتاد. بگذاریم اینکه سیستم سولاخ کلی جاسوس و کلی نمیدونم سازمان تسلط پیدا کرده، دلیل دو تا دلیل داره. دلیل اولش ورود این حزب برای تامین پول و کشی که احتیاج داشتن وارد کارزار برنامه های اقتصادی و مواد مخدر شد. توجه کردی؟ تا قبل از درگیری های سوریه و اگه بخوام به صورت خیلی دقیقم بگم که مثلا تا کشته شدن قاسم سلیمان، تعداد کثیری از فرماندهان حزب الله را اصلا کسی نمیشناخت. یعنی اگه وقتی میگفتن فلانی تصویری نداشتن ازش، مثلا علی کرکی نمیدونم کی، اینا از تصویر اساسشون نداشتن، نمیشناختنشون چون خیلی پوششی خیلی فلان کار میکردن. اینا وقتی وارد بازار تجارت و نمیدونم مواد مخدر شدن، بعد رفتن تمام نیروهاشون رفت تو سوریه، اینا یواش یواش شناخته شدن. این پروسه شناختن اینا، ردیابی اینا مربوط به یک روز و دو روز نیست. وقتی قاسم سلیمانی کشته شد و اینا جمهوری اسلامی ضربه خورد، فرماندهان میدانی ردیف یک درجه یک حزب الله مجبور شدن اداره بکنن بازوهای جمهوری اسلامی تو منطقه، در عراق، در یمن، در سوریه. اینا همه باعث شد که اینا شناسایی بشن، روابطشون کجا میرن، کجا میان. این یه پروسه خیلی طولانیه، مالی نمیدونم کار یک روز و دو روز نیست. اینا مرتکبه یک سری حماقت ها شدن به دلیل اون طمعشون، به دلیل اون حرصشون، به دلیل اون وابستگی 100% به ایران. دیگه وقتی حسن نصرالله به صراحت می اومد میگفت آقا دندتون نر، به همین ترتیب دندتون نر، ما حقوقامون از ایران میگیریم، سلاحمون از اونجا تعیین میکنیم، موشکامون اونجا میان، بیمارامون اونجا دوا میشن، خونه هامون اینا تعمیر کن، هر کاری میخواد بکنید بکنید. بله گفتی از موشک تا موشکمون با ایرانه. با افتخار از وابستگی خودش، وقتی با افتخار از وابستگی خودش به جمهوری اسلامی صحبت میکنه، خب طبیعتا دیگه باید سیاست های جمهوری اسلامی هم پیش ببره. این سیاست هم که بخوام پیش ببرن تبعاتی داره، این تبعاتش هم نوز داره، میبینیم که خودش هم قربانی شد. در حال حاضر دو نفر از حزب الله مونده، از اون کله گندای حزب الله، یکی نیم صالح، یکی اون چیه دومی که قرار جای شینش بشه اسمش فراموشم شد، دو نفرن در حال حاضر. آیا فاضلی، در مورد حوثی‌ها شما گفتید، تا چه اندازه حوثی‌ها میتونند نظم امنیت منطقه رو به هم بزنند؟ آیا این توانایی رو دارند با توجه به اینکه شما اشاره کردید اسرائیل بهشون حمله کرده، خب از این برم ایران مرتب مستشارهای نظامی میفرسته، کمک‌های تسلیحاتی و موشکی میکنه؟ متاسفانه باید بگم که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی از سوی غرب هزینه های هنگفتی بر منطقه تحمیل کرد. در اون جنگ های که سعودی به موقعی که حمله کرد سعودی و امارات و فلان، اینا رسیدن به هدیده، هدیده رو محاصره کردن. بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها به نص صریح سعودی رو تهدید کردن که اگر عقب نشینی نکنی نمیدونم چه تبعاتی دامن تو رو میگیره. مجبور شدن کشیدن که اصلا واسه چی سعودی جنگ تموم کرد، واسه چی تو این مسئله کنترل امنیت دریای سرخ و تنگه باب المنطقه اصلا حضور پیدا نکرد؟ به این دلیل که اون موقع بهشون میگفت بابا اینا خطرن، اینا نمیدونم تجارت جهانی به خطر میندازن، منطقه رو با آشوب میکشن، توجه نکردن به خاطر اینکه رضای خامنه ای و نمیدونم جواد ظریف و اینا رو
حاصل بکنن، یه توافقی انجام بدن که آخرش هم هیچ نتیجه ای نداد و تا به امروز منطقه داره خون میده. حوثی ها توانایی این که نمیدونم کار شاقی بکنن ندارن. برادر من هر کدومشون یک کلاشینکوف داره، فوقش هم حالا یه چند هزار تا موشک هم جمهوری اسلامی. خب ما شاهدیم که این موشک ها حتی یک جوجه مرغ از بین نبرده برادر من. از جنوب حزب الله شلیک میشه، ایران نمیدونم چند بار شلیک کرد، حوثی ها شلیک کردن، هشت و شعبی عراق شلیک. آقا به من اسناد تا اسرائیلی بده که کشته شده باشه. وقتی این موشک ها هیچ توان تخریبی ندارن، وقتی این موشک ها به سادگی رهگیری میشن سقوط میکنن، خب به چه کار میان؟ بعد اسرائیلی ها بلند میشن، هواپیماشون بلند میشه، نمیدونم زیر ساخت های اقتصادی کشورهای در بدر میزن. یک مش ملت بدبخت، ملتی که احتیاج به آب نوشیدن نداره، نون خوردن نداره، تو وقتی زیر ساختاشون نابود میکنی 30-40 سال طول میکشه تا اینا تازه والا آدم نمیدونه چی بگه. وضعیت به قدری مضحکه، به قدری من بعض وقتا میمونم توش. یعنی شما داری میبینی اینا دارن چه جنایت های مرتکب میشن بدون هیچ نتیجه، بدون هیچ نتیجه. آقای حوثی، تویی که امروز باعث شدی حدید نابود بشه، تویی که باعث شدی 30-40% برق یمن از بین بره، آقا با این موشک پراکنیات آخه چه چیزی عاید شد؟ چه چیزی حاصل شد؟ کدوم اسیر فلسطینی آزاد شد؟ این واقعیت هاست که متاسفانه ما باشیم سرکار داریم. آقای فاضلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجلس تشخیص مصلحت نظام در ایران میگه که هر هواپیمایی که مقصدش اسرائیل است باید یک هدف برای سرنگونی باشد. آقای ایران میتونه؟ بالاخره این سازمان نمیدونم هواپیمایی و یه سازمان جهانی هواپیمایی و ایران جز بشه امضا کرده. این رجزخانی های بیهوده، این صحبت های نمیدونم چی میگن فارسایی چیزی میگن چند منقاضه چیه واقعا بیهوده، از خنده داره. تو چجوری میخوای نمیدونم هواپیما، مثلا یه هواپیمای چینی میخواد بیاد تو بخوای بزنیش با چین درگیر بشی، هواپیما هندی میخواد با هند درگیر. آخه حرف مفت برادر من، اینا یک سری بدون فقط میخوان یک سری بسیجی نمیدونم تو داخل کشور دارن که دیدیمشون، نمیدونم سینه میزنن گریه میکنن، یه دونه امامزاده به امامزاده هاشون اضافه شد به اسم حسن نصر الله، میخوان دل اینا رو نمیدونم به دست بیارن. شما دیدید در شبکه تلویزیونی شبکه 1 و 2 و 3 بعضی از این گوینده ها چه بغضی کرده بودن چه نمیدونم، میخوان اینا رو ساکت بکن، نه بیشتر نه کمتر. چرا ایران به قول خودش وارد اون تله‌ای نمیشه که اسرائیل براش گذاشته و نمیخواد انتقام بگیره؟ برادر من خدمت عرض کردم 4 تا دلیل داره. نه توانایی نظامی شده، اون سلاح امنیتی پر نشده، اینا نمیدونن کی اصلا کیه، از تو بیت رهبریه، تو وزارت خارجه است، تو مجلس، تو سپاه. این تیمی که به این دقت ورود و خروجشون رو ثبت میکنه، خب اینا هنوز نفهمیدن کیه، چجوری میخوان وارد درگیری بشن. همین که قبل از تحرک به گوش اسرائیلی ها و امریکایی ها میرسه، میان میزننشون. وضعیت داخلی تو داری میبینی در کردستان، در بلوچستان، در اهواز، در نمیدونم آذربایجان، وضعیت متشنجه. مردم نون شب ندارن، بعد اینا میخوان مثلا مردم بکشن به یه جنگ دیگه. وضع داخلی اصلا شرایط داخلی ایجاب نمیکنه. اینا مشکلشون همینه که بهت گفتم، در حال حاضر هوادارانشون در منطقه دو دسته شدن، که یه دستشون انگشت تمام به سوی جمهوری اسلامی دراز داره میکنه. حالا جمهوری اسلامی چجوری میتونه دوباره اینا رو راضی بکنه، دل اینا رو به دست بیاره، باید منتظر ببینیم تا ببینیم حوادث آینده. سوال آخر آقای فاضلی گرامی، دبیر کل شورای اسلامی عربی 2 روز قبل از کشته شدن حسن نصرالله در مصاحبه ای در تلویزیون العربیه مسائلی رو در مورد حسن نصرالله گفت، یکی اینکه مثلا محبوبیت نداره و شورای مرکزی براش جانشین گذاشته، اون رو خلق کرده، و از همه مهمتر گفت که من به حسن نصرالله گفتم که وسط بنویس ایران تو رو فروخته.
من اینجا میخوام نتیجه گیری رو بکنم، همون فرمایش شما که گفتید ایران نیابتی های خودش رو قربانی میکنه، اصلا نیابتی ها اومدن که ایران اینها رو برای خودش استفاده بکنه نه ازشون دفاع بکنه. این رو در این مورد اگر شما، ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ولی واقعی تعبیره که این سوال باید از خود علامه حسینی سوال بکنید، ولی علامه حسینی خب من میشناسمش، به صورت شخصی هم میشناسمش، چیزی در حدود 25 سال با اصلا تو حزب الله بود، از مؤسسین بوده، بعد این داستان درازی داره که برید از حزب الله و به محور امارات سعودی ملحق شد و مخالف تمام سیاست های ایران در منطقه و حزب الله. اما در رابطه با صحبتاش من فکر میکنم یه نوع جنگ روانیه برای اختلاف انداختن بین نیروهای خود حزب الله. بالاخره یه بازیه. حالا من برداشتم اینه، نمیتونم به صورت یقین بهت بگم که این خب درست قبل از کشته شدن حسن نصرالله اینو گفته. بله بله، من مصاحبهش کامل گوش دادم، قبل از اتفاقا مصاحبهش کاملا گوش داده بودم و برداشت آقای حسینی اینه، برداشت آقای حسینی اینه که جمهوری اسلامی در این شرایط، آخه وقت این برداشت، چرا این برداشت کرد؟ به این دلیل که ایران در مسئله غزه و نمیدونم جاهای دیگه دست بسته دید، امکانات ایران رو کاملا محدود دید، دید که این جماعت توانایی حمایت از نیروهاش رو نداره. اسماعیل هنیه سالهای سال در قطر زندگی کرد، هیچ کس نتونست بهش آسیبی بزنه، ولی همین که پا گذاشت تهران کشته شد. خیلی ها بگن آقا برادر من این خود ایرانی هم کشتن یا فروختنش. قصد اینه که در بین شیعیان، اول صحبت هم خدمت ترس کردن، ادهی هستن، البته شیعیانی که حامی جمهوری اسلامی هن. اینا ادهی هستن که دارن انگشت اتهامو به سوی جمهوری اسلامی نشونه میرن و جمهوری اسلامی مجبور در طول روزهای آینده موضعی بگیره، کاری بکنه که خودش از مزان اتهام خارج بکنه. شما شبکه‌های اجتماعی اگه چک بکنی، از عراقیش گرفته لبنانی، سوری، مصری، مغربی، الجزایر، همه اینا دارن میگن جمهوری اسلامی دست داره، جمهوری اسلامی ماها رو به خاطر نمیدونم منافع خودش فروخ، جمهوری اسلامی از ما استفاده ابزاری کرد، از عقاید ما سوء استفاده کرد، از نمیدونم احساسات ما سوء استفاده. دارن به صراحت میگن، دارم به صراحت این صحبت ها رو در شبکه های اجتماعی و نه افراد عادی، کسانی که سلاح بردوش دارن. برادر من این مسئله مسئله مهمیه، در آینده انشقاقات زیادی رخ میده و باید ببینیم تا وضعیت به کدوم سمت پیش میره. خب به نظر هم منفهمی که میگن نشان از واقعیت داره، چون وقتی میاد این پازل کنار هم میذارید میبینی که در هر برهه‌ای از زمان ایران اومده یک سری از این افراد رو قربانی کرده تا بتونه به نوعی این مماشات با غرب رو ادامه بده. علکی نیومده غرب ازش پشتیبانی بکنه یا بذارن عمر نظام اضافه بشه و به جایی که بیان سر مار رو بزنن دارن این نیابتی ها رو میذارن. پس در نتیجه من میتونم بگم همین مسائلی که در کشورهای عربی گفته میشه احتمال زیاد هست که واقعا ایران داره نیابتی خودش رو قربانی میکنه. این هم یه نوع اجتهاد دیگه، حالا یا باید یا ببینیم صائبه یا خطا دیگه، باید منتظر روزهای آتی باشیم. بله، با تشکر فرحان از جناب آقای حافظ فاضلی از لندن با ما بودن، عضو دفتر سیاسی حزب تضامن دموکراتیک اعواز، و همچنین شما بینندگان گرامی تا برنامه آینده دیالوگ شاد و پیروز باشید.